از من دارم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. اجازه بدید سلام کنم به ایشون. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید. درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون. ممنونم دکتر هلاکویی. قبل از که بریم به مسائل داخل ایران و همینطور اون چیزی که در ارتباطش با در خارج میگذره، میخوام نظرتون راجع به این افزایش باز قیمت دلار بپرسم. داره کمانه کرد به سمت 45 تا، الان رسیده به 44,000. بفرمایید. همونطور که بیشتر شنوندگان خوب و عزیز میدونن، وقتی ما درباره نرخ برابری صحبت میکنیم، منظور این است که در شرایط عادی و در وقتی که ارز شناوره، اگر شما با یک دلار در امریکا یه مجموعه ای از کالاها میتونید بخرید، مهم این است که در ایران همون مجموعه رو تقریبا با چه قیمتی میخرید. و الان فرض بر اینه که با یک دلار در امریکا یه مجموعه از کالاها رو شما میتونید بخرید که در ایران باید 44 یا 45 هزار تومان بابتش پول بدید. بنابراین اگر فرض کنید افزایش قیمت ها یا تورمی در کار باشه و این قیمت ها 10% بره بالا، تقریبا این تغییر در نرخ برابری هم خودش رو نشون میده. و به همجاست که فکر کنم 4 یا 5 هفته قبل بود که عرض کردم بر اساس یه مقایسه ای دلار میتونه به 48,000 تومان برسه یا به 50,000 تومان با توجه به وضعیت است. در خصوص ایران یه تفاوتی وجود داره و اون این هست که چون درآمد ارزی بیشتر در اختیار دولته، بنابراین بانک مرکزی توان اینو داره که تصمیم بگیره این هفته فرض کنید 100 میلیون یا 10 میلیون دلار پول رو از طریق کانال‌هایی که وارد بازار کنه و در نتیجه یا قیمت رو ثابت نگه داره یا کمی کاهش بده. ولی اگر یه چنین تزریق پول یا دلاری رو یا ارزهای دیگر رو فرق نمی‌کنه وارد سیستم نکنه، قیمت‌ها به تدریج با توجه به واقعیت اقتصادی از یک طرف افزایش قیمت‌ها، از جانب دیگر از نظر روانی شروع به افزایش خواهد کرد. بنابراین آنچه که همه اکنون وجود داره ما رو در اون مسیر میبره. و وقتی صحبت از مثلا به هم آشفتگی یا حتی فروپاشی مسئله اقتصادی میشه، یه جایی میرسه که دیگه مردم ترجیح میدن پول با ارزششون رو خرج نکنند و یا در مقابلش کالا بگیرن. یعنی یه روزی میتونه برسه که فردی بگه من حاضر نیستم گندم و برنج به شما بدم مگر اینکه مثلا یه سکه به من بدید یا یه مجموعه از اونها رو بدید. اون وقت است که نشون میده نظام پولی و بانکی به هم ریخته. آنچه که مردم در جهت برداشتن برخی از پولها از بانک ها انجام دادن، آنچه که در جهت مسئله خروج پول از طریق تبدیلش به پول خارجی یا ارز هست، معلوم افزایش قیمت ها رو به دنبال خواهد داشت. و چون فکر نمی کنم هیچ ناظر نیمه آگاهی فرض رو بر این بگیره که با توجه به کاهش تولید، بر هم ریختن مسئله توزیع کالاها و بعد نگرانی از آینده و احتمالاً میل به سودجویی و یا احتکار کالاها، افزایش قیمت ها رو ما در داخل ایران نداشت باشیم. بنابراین اگر افزایش قیمت ها 10%، 20% بالا بره، حال که در سطح جهانی پول خارجی یا ارزها نسبتاً ثابته، یک افزایشی همون 10-15-20% که در داخل بوده، دلار هم مانند یک کالا افزایش قیمتی داره، فقط با این تفاوت که یک کالا ممکنه 10% بره بالا، کالا 5%، کالا 20%. تازه وزن یک کالا که چقدر اهمیت در اقتصاد داره عامل تعیین کننده است، ولی اون به صورت یه عددی در میاد که مثلا میشه 12%. بنابراین شما 12% افزایش نرخ دلار رو در حالت عادی بدون دخالت بانک مرکزی خواهید داشت. اونها البته میتونن در این زمینه دخالتی داشته باشن، ولی به نظر میرسه که ذخایر ارز ایران بسیار محدوده و بنابراین اون مانور هم در اون حدی که مورد نظر هست و یا در بلند مدت اتفاق نمیفته. بنابراین افزایش قیمت ها هست. من خاطرم از اون زمانی که در اون رادیو بودم خیلی مشخص وارد مرحله اول شده بودید صحبت درباره مثلا 10-11 سال قبل،
و عرض من این بود که قیمت دلار به زودی 2 یا 3 برابر میشه با توجه به تغییراتی که میشه دید، و واقعا در مدت کوتاه این اتفاق افتاد. برای که موضوع مسئله بسیار بسیار ساده است که حتی برخی از اوقات از نظر عددی و ریاضی میشه اون رو حساب کرد، و اگر شما نگاه کنید به رابطه دلار با فرض کنید پوند یا یورو، میبینید صحبت ها درباره 1/100 حتی 1/1000 یه دلار هست در نرخ برابری. یعنی اینقدر این موضوع ریاضی و دقیقه، و به همین جهت است که عرض کردم در شرایط عادی و در زمانی که ارز شناوره و نسبتاً مردم یه اعتمادی به آینده دارن، این اعداد رو اصلا میشه با فرمول ریاضی با یه ضریب خطایی که 2% در آورد. ولی وقتی اوضاع نابسامانه، دخالت بانک مرکزی در جهت تزریق پول و یا خودداری از اون وجود داره، نگرانی مردم از نظر روانی مطرح، شایعاتی به گونه‌های مختلف به حساب میاد، به یک بار این اوضاع رو به هم میرسه. اما شرایط ایران به گونه‌ای نیست که بگیم آروم میگیره، دلار ممکنه برسه 40,000 دلار یا 40,000 تومان یا 35,000 تومان. اون ابدا به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی در هیچ شرایط اقتصادی بیفته. این ممکنه در خصوص یک کالا، حتی در جهت خانه و مستقلات کوتاه مدت شما داشته باشید، چه در ایران چه در خارج، ولی این در خصوص نرخ برابری، اونم در این شرایط که هر عاملی خودش عامل افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی یا در اینجا تومان یا ریال هست، اتفاق خواهد افتاد. بنابراین شما، ما این برنامه تقریبا برنامه آخر امسال ماست، این برنامه روز شنبه 31 دسامبر باز پخش میشه. بنابراین عزیزانی که اون روز میشنون، میتونم این نکته رو عرض کنم که ما در سال 23 حتما با قیمت دلار بالاتری روبرو خواهیم بود، احتمالش بیش از 99%، یعنی نمیخوام بگم 100%، ولی 99%. کوتاه مدت با دخالت بانک مرکزی یا یه شرایط خاص ممکنه، ولی در بلند مدت افزایش نرخ برابری رو همچنین به نفع دلار یا ارز، حالا هرچه باشه، یا پول خارجی و علیه تومان خواهید داشت. تشکر. دکتر نکویی، 40 سال طول کشید تا دلار رسید به 26,000 تومان. ولی تو همین مدت زمان کوتاهی که رئیسی اومده، یک باره قیمت دلار 17-18 هزار تومان افزایش پیدا کرده. یعنی یک راه 20 ساله رو در یک مدت زمان کوتاه طی کرد. حالا اگر این قاعده باشه، که تصور نمی‌کنم قاعده باشه، باید انتظار داشت که بس اگر به همین ترتیب پیش بره، مثلا ما ممکنه در چند ماه آینده یه باره شاهد رسیدن قیمت دلار به 100,000 تومان باشیم، نیست؟ 100,000 تومان خیلیه جناب میبودی، چون مکانیزمای دیگری به کار میافته که مانع این سرعت میشه. چون میدونید مثل اتومبیل که شما تون میتونید برید، سرعتتون رو به 100 کیلومتر میتونید برسونید یا به 120 یا 140، ولی به 240 که دیگه نمیتونید برسونید. یعنی مکانیزمای اقتصادی دیگری به کار میافته و یه برای راههایی پیدا میشه. ولی اینکه شما من بفرمایید اگر شرایط بحران و طوفانی بشه، دلار بتونه به 100,000 تومان برسه یا 200,000 تومان در دوره خاصی ممکنه، و این اون زمانیست که فروپاشی است. چون ببینید یه روزی مردم ممکنه دیگه حاضر نباشند تومان قبول کنند. این اتفاق شما در جنگ جهانی دوم به این صورت بیدید، شما دو تا چمدون پر پول آلمان رو میبردید، مارکس رو میدادید، 1 کیلو گوشت میگرفتید، دو تا چمدون پر پول. علتش هم این است که برخی از اوقات قیمت‌ها این افزایش پیدا کنه. این همون چیزی است که سبب میشه برخی از اوقات با موافقت صندوق بین‌المللی پول، شما یه دفعه مثلا 3-0 جلوی همه حساب‌های سیستم رو، اهم از دارایی و بدهی، کم کنید، برای که یه ذره به دلایل عددی کار رو برای شما راحت‌تر کنه، یا بتونید یه تأثیر بذارید که البته نقشه کوتاه مدتی داره که به درد نمیخوره برای شرایط ایران. بنابراین این احتمال وجود داره، ولی یه روزی میرسه که کسی حاضر نیست دلار رو بده. خود شما فکر کنم در صحبتتون اشاره کردید، درست است که میگم مثلا نرخ برابری مثلا 42,000، ولی اگر کسی بخواد بره 42,000 تومان بده یه دلار تو امریکا تحویل بگیری، همچین بازاری وجود نداره. برای که اون کسی که اینو میده فکر کنه تا هفته 10 روز آینده
که این دلارش رو باید بده 42 شده 45 یا 48، در حقیقت 5000 تومان از دست میده. بنابراین صبر میکنه و این همون چیزیه که تو احتکار کالا هست. من برنج دارم قیمتش هست فرض کنید 100 تومان، فکر کنم نگرش دارم ماه دیگه هفته دیگه میتونم بفروشم 120 تومان یا 150 تومان، چرا 50% یا 20% سودو نبرم؟ چون در سیستم این چنین لجام گسیخته که دیگه مسائل ملی و میهنی و انسانی که مطرح نیست. شما با یه بازار بیرحمی روبرو هستید که تازه استدلال اون آدم اینه که مگر یک کیلو برنجم الان بتون نفروشم 150 تومان در حالی که امروز 100 تومانه، دو هفته صبر کنم 150 تومان، وقتی بخوام برم بخرم دوباره بیارم بفروشم که من کسی 100 تومان نمیده، اون موقع شده 170 تومان. پس برامونی من چاره غیر از این ندارم. یعنی روزی که همه به دنبال منفعت خود هستن در شرایط عادی به نفع همگانه، ولی وقتی شرایط غیر عادی است، وقتی که همه به دنبال منافعشون هستن، همه آسیب می‌بینن و یه روزی در حقیقت حتی از نظر اقتصادی صرف نظر زمینهای دیگه شما با یک فروپاشی سنگین روبرو میشید و یه سیستمی که آسیبش تنها در خرید و فروش نیست، مسئله مهم در سرمایه گذاریه، در افزایش تولیده، در افزایش کار، در نقش بیکاری، همه اینا مسائل ثانوی هستن که یکی بعد از دیگری اتفاق خواهد افتاد. به هر حال آنچه که مسلمه اینه که ما در شرایط اقتصادی بدی هستیم، تظاهرات و اعتصابات اوضاع رو بدتر و بدتر و بدتر خواهد کرد و این اوضاع بدتر اولین تأثیرش به روی وضعیت معیشت و زندگی و اقتصاد و در نتیجه اگر شما به دنبال شاخص اقتصادی بگردید، نرخ تورم یا نرخ بیکاری در داخل مطرحه، ولی اون چیزی که آخر کار میگه اوضاع چگونه است، نرخ برابری پول داخلی یا تومان در مقابل ارز یا پول خارجی و یا اینجا چون معمول هست دلار خواهد بود. بنابراین خیلی راحت مثل درجه حرارت که شما میگید هوا سرد شده گرم شده، بریم ببینیم گرماسنج رو میبرید، میگید نه درجه حرارت فرض کنید 30، حالا تکلیف روشنه که نسبت به دیروز 2 درجه سردتر یا گرمتر شده و حالا این آگاهی رو دارید. البته این آگاهی بیان کننده وضعیت کلی است، ممکنه وضع فردی خیلی بهتر یا وضع افراد دیگری خیلی بدتر شده باشه، ولی مسیر در راهی است که با کاهش تولید، به هم ریختن نظام توزیع، عدم اعتماد و اطمینان به آینده است. برای که موضوع اقتصادی تا یه حدی به وجود کالاها و عرضه و تقاضا مرتبطه، ولی یک دفعه فاکتور و یا عامل تازه‌ای مثل آینده وقتی وارد سیستم بشه و اون تعیین کننده بشه، درست مثل یه صفر در یه ضرب که میتونه اصلا صرف نظر از که عدد شما چی هست همه رو صفر کنه. و این اون چیزیست که برخی از اوقات صحبت از فروپاشی سیستم بانکیه یا سیستم پولیه یا کل اقتصاده. مسئله ورشکستگی تعریف اقتصادی داره که خیلی از کشورها ورشکستن، ولی مسئله توقف آنچه که فرض بفرمایید سیستم اقتصادی موضوع دیگری است. یعنی دیگه کارمند میگه حاضر نیست بگه من خب 2 میلیون تومان حقوقمو بدید به من، میگه 10 کیلو گندم ای راست میگید به من بدید، 10 کیلو برنج به من بدید. یعنی اونی که به درد من میخوره، ولی من باید پول برم گندم یا برنج بخرم، ولی همچین گندم و برنجی در بازار نیست. و اینجاست که شما در حقیقت سیستم متوقف شده و این اتفاق با توجه به شرایط ایران هر اندازه هم که مانورهایی در این زمینه بشه کرد از جهت حربه‌های سیاست پولی سیاست مالی که در اختیار دولته، ولی واقعا الان شما بهترین مغزهای اقتصادی رو هم بگذارید، مادام که ساختار اقتصادی همینه و مکانیزمی که در حال عمله همین گونه است، کاری که میتونن بکنن اونا 10% تورم رو با تصمیمات درست کمتر کنن، نه اینکه قیمت رو کمتر کنن. قرار بود که 20% قیمت رو افزایش پیدا کنه، 18% بکنه. بنابراین یه جایی میرسه که هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. درست مثل اینکه پارسال 83 میلیون آدم که نیمیشون یا بیشترشون تو بیمارستان ها بودن مردن و تمام علم پزشکی و پزشکان از عهده زنده نگه داشتن ما بر نیومدن. طبیعت یه واقعیتی داره به عنوان انتروپی، یعنی همه سیستم ها و سازمان ها گرایش به سمت اصلا پاشیدگی و فروپاشی دارن و بنابراین اون زمانی که برسه، درست مثل وقتی مرگ میرسه، به عنوان قضای محتوم
اتفاق میفته و کسی کارش نمیتونه بکنه. به همین جاست که در این گونه موارد مسئله تنها عدم آگاهی و دانایی نیست. امروز اقتصاددانان بسیار بزرگ و آگاهی در ایران هستن، ولی یک ساختار اقتصادی، مکانیزم اقتصادی و بعد اجازه دخالت اونها به گونه ای که صلاح و مصلحته چون بهشون داده نمیشه، یک اتومبیلیست که در یه سرازیری فرمونش، تربوزش همه بریده. حالا اینکه کی، کجا، چگونه تصادف کنه و چه خطرات و مصیبتی رو بار بیاره، اون موضوعی است که معمولا قابل پیش بینی نیست، برای که این شرایط اصلا شرایط شناخته شده ای نیست که افراد بتونن به گذشته یا تاریخ مراجعه کنن، باید بگذارن ببینن چه اتفاقی میفته. تشکر از توضیحتون. وقتی آدم این سوالات رو گوش میکنه، نظر کارشناسان رو، خب متوجه وضعیت وخیم و حیرت انگیز مردم میشه. مردم در ایران، یه حکومت مجنون، عقب افتاده، نالایق، نابالغ که مشتهره به گرفتن تصمیمات دیوانه دار، واقعا داره مملکت رو به سمتی میبره که خیلی نگران کننده است. حالا سوالم از شما اینه که اگر قرار بشه 1-2-3 توصیه‌ای به مردم بکنید تا آسیب‌های کمتری بینن از دید اقتصادی، چیزی به نظرتون میرسه دکتر لاکویی؟ نه هیچی. نه ببینید جامعه بودی، شما تنها میتونید حرفی که بزنید این است که اون چیزی که کالای واقعی هست که اولش میتونه پول خارجی باشه چون زودتر نقدینگی داره، دوم آنچه که طلا و جواهراته که به هر حال یه ارزش داخلی و بین المللی داره، سوم مستغلاته که به هر حال یه چیزیست که هم وجود داره هم بعدا مورد نیاز و احتیاجه، همه اینها بیشتر از نظر احساس امنیت و در حقیقت حفظ سرمایه کار میکنه. ولی اگر شما آمدید دفعه گفتن بیاد به بانک پولتونو بدید بهره 40% بهتون میدیم، خب شما درسته این سود 40% در شرایطی برای یه دی این وسوسه رو به وجود میاره پول اونجا بذارم، ولی یه خطر وجود داره و اون خطر اینه که بانک ورشکست بشه یا پول نداشت بشه، پول شما همه بشه صفر. برای اینجا که ما روزی که در مسیر نوعی حفظ سرمایه اید، معلومه در این گونه موارد کالاها عامل اصلی هستن و درجاتش هم میشه شناخت. ولی وقتی که شما به دنبال سود یا رشد هستید و ناچار قبول خطر و ریسک میکنید، در یه شرایط نابسامان همه چیز تبدیل به صفر میشه. من این بحث رو قبلا با دوستانی که در اینجا بودن فراوون داشتم. از من این بود که شما میتونید الان 1,000,000 دلار از در امریکا بگیرید، برای 4-5% بدید، ببرید ایران بهره 25% بگیرید، بنابراین 20% سود کردید. اما دو تا خطر وجود داره. یکی اینکه اگر افزایش نرخ برابری رفت بالا، شما 1,000,000 بردید، ولی حالا با وجودی که 20% پولتون در ایران زیادتر شده، 25% زیادتر شده، حالا اگه بخواید تبدیل کنید، چون نرخ فرض کنید ارز 2 برابر شده یا 50-100% رفته بالا، تازه شما نصف پولتون از دست میدید. تازه یه خطر وجود داره که بانک ورشکست بشه و شما بگه از پولتون خبری نیست، خوش آمدید. به همین جهت هست بود که یه زمانی بود که دوستان از اینجا پول میبردن ایران و میذاشتن تو بانک، بهرهای اونور 20% میگرفتن برای مدت کوتاهی که شرایط عادی بود و نرخ افزایش قیمت دلار هم مثلا 5-10% بود، کاملا میتونست توجیه اقتصادی داشته باشه. ولی اگر یه روزی هم افزایش قیمت دلار بیش از سود بانکی باشه که شما پول از دست دارید، تازه یه خطر از دست دادن کل پولتون هم وجود داره. از اون گذشته اصلا میتونه در یه شرایطی قانون وضع بشه که کسی نمیتونه پولشو تبدیل کنه یا خارج کنه، یا حتی به شما بگن پول 1 دلاری که شما گذاشتی در ایران فقط به صورت تومان داده میشه، اونم با نرخ موجود. بنابراین از آغاز شما دارای اون پولتون نباشید. این که واقعا هیچ توصیه‌ای ندارم. بعدم میدونید شما میبادی مشکل کار اینه که برخی از وقت وقتی جهت گرفته بشه، خود اون جهت میتونه یا اوضاع رو نابود کنه یا برای شما تصمیم و انتخاب درستی باشه. یعنی فرض کنید الان اگر گفته بشه که شما برید مثلا پول خارجی رو یا تومانتون رو به دلار تبدیل کنید، دو تا اتفاق میفته. افزایش قیمت دلار رو از یه طرف به خاطر کاهش
یا کمبود عرضه موجب میشه، دوم شما بردید، اما یه سیستمی تمام ذخایر ارزیش رو در حقیقت بیرون آورده و در اختیار مردم گذاشته که در بانک چون نمیتونن شاید پول خارجی بگذارن تو خونه‌ها نگهداری میکنن و در نتیجه حجم پول رو کاهش میده. در بحثی که هفته گذشته داشتیم شاید میزان فرض کنین اسکناس در ایران فکر نمیکنم کم بیش از 5% کل نقدینگی اقتصاد ایران باشه، ولی اگر مردم پولاشون رو برن از بانک ها بگیرن و نگه دارن، تبدیل هم نکنن، تبدیل کنن فرق نمی کنه، یکی دیگه اون پول رو در اختیار داره، پولا رو نگه دارن، یه روزی حتی ممکنه بانک ها توانایی با وجودی که سرمایه دارند ولی پول در اختیار نرن، برای که سیستم پولی همطور که قبلا عرض کردم پول تولید میکنه که در حالی که 1,000,000 تومان مردم از بانک ها طلبکارن، بانک ها 1,000,000 تومان از کسانی که بهشون وام دادن طلبکارن، اما کل پولی که در اختیار سیستم بانکی 200,000 تومانه. بنابراین اگر یه دی مراجعه کنن اون 200,000 تومانه بگیرن، اون 800,000 تومانه بقیه اصلا پولی وجود نداره. خب در یه چنین شرایطی در یه جامعه مانند ایران بلافاصله میتونن پول چاپ کنن و در نتیجه اون 800,000 یا 800 میلیون هر چی بوده رو به صورت پول وارد سیستم کنن، اما اشکال کار این است که اون موقع با یه نرخ تورمی 50-100% در یه مدت کوتاه روبرو میشن که 2 ماه بعد این مسئله کل سیستم رو از هم میپاشه. به همین جهت است که تصمیمات اقتصادی ظریفن، دقیقن و همونطور که عرض کردم واقعا الان شما نگاه کنین در رابطه‌ای که بین دلار و یورو هست، شما صحبت‌های چی میشنوید؟ یه دلار در مقابل 1.3 مثلا یورو، 2 روز بعد دیدی نه 2.98، 1 در مقابل 2.98، یعنی 0.02 کم و زیاد شده، یعنی اینقدر ظریف و دقیقه. ولی در یه جامعه‌ای مانند شرایط ایران شما با بحث افزایش 5% 10% نه 0.01 روبرو هستید، اونم در 1 روز، اونم تازه معلوم نیست فردا در چه مسیری حرکت بکنه. مسئله اصلی و اساسی اعتماد و اطمینان است که مردم باید به سیستم حکومتی، به سیستم اقتصادی و به سیستم پولی و بانکی داشته باشن و اون وقت که میریزه و بعدم بحث و گفتگو درباره انقلاب به معنی قلب و دگرگونی است و به هم ریختگی، در معلوم است که اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر از نظر اقتصادی و از نظر پولی و مالی میشه. دکتر اولاکویی، امروز یکی از تصمیماتی گرفتن اینه که هیچ کس نمیتونه بیشتر از 100 سکه طلا داشته باشه. این هم تصمیم اخیر همین امروز ممنوع معامله میکنن، یه هم چیزی. حالا نشون میده که نمیدونم. اولا شما 5 نفر اعضای خانوادهتونه، بعدم به گروه های دیگه میده. از اون گذشته در ایران شما به من بفرمایید، من خاطرم از در ایران یکی از عرایض من توی دانشگاه در بحث جامعه شناسی حقوقی اخلاقی بود که در کشورهای دیگه میگن خب قانون وضع شده، چگونه با این قانون برخورد کنیم؟ ایرانی فکر کنید چگونه میشه این قانون رو شکست؟ یعنی حالا چجوری میشه دور زد؟ و این داستان دور زدن بعدا معلوم شد که اصلا مسئله مردمی نیست، مسئله حکومتی و دولتی هم هست دیگه. درست مثل ماجرایی که وجود داره درباره تحریم ها که دور بزنیم. خب اینا در ظاهر کار میکنه ولی اعتماد عمومی رو بیشتر از بین بر جامعه بود. همینطوره. یعنی شما عملا به اینجا میرسید که چه کنیم؟ بعدم حجم اینا ثابته. یعنی فرض بفرمایید در ایران مثلا 1,000,000 سکه وجود داره. خیلی خب، حالا از دست شما میاد دست من. چون برخی از اوقات میدید اشکال اقتصاد خرد و کلان در همینه. من اگر پولم 2 برابر بشه، خب پول من 2 برابر شده، زندگی من خیلی بهتر شده. ولی اگر همه قیمت‌ها 2 برابر بشه، برای من فرقی نکرده. بعدم از نظر کلی اگر این 100,000,000 سکه وجود داره، خب دست یا شماست یا منه یا 10 نفر دیگه است، خب چه فرقی میکنه؟ تفاوتی اینجا نداره. به همین جاست که همیشه فرض کنید طلب و بدهی مردم خیلی مهمه، این که من و شما طلب کاریم یا بده کاریم فوق العاده مهمه، ولی طلب و بدهی کل جامعه صفره. 1,000 تومان بدهکار، 1,000 تومان طلبکار، همیشه صفره. بنابراین شما میتونید درباره اینکه این طلب و بدهی پایین و بالا رفته و یه شاخص اقتصادی به حسابش بیارید، ولی شما در اقتصاد کلان یا اقتصاد ملی شما اصلا چیزی به اسم طلب و بدهی چون همیشه صفر نداره. ولی برای من و شما مهمه که پارسال